صندوق کودکان ملل متحد یونیسف با هشدار درباره وضعیت کودکان یمنی از ناتوانی حدود دو میلیون کودک که برای ادامه تحصیل و تخریب گسترده مدارس این کشور خبر داد. در گزارش روز سهشنبه یونیسف آمده که جنگ در یمن از سال 2015 میلادی حدود دو میلیون کودک را از تحصیل و حضور در مدارس منع کرده است. بر اساس این گزارش بیش از یک سال است که حدود سه چهارم از معلمان مدارس در یمن حقوق دریافت نکردن و این موضوع آموزش و تعلیم چهار میلیون کودک را در معرض خطر بزرگی قرار داده است. بنابر اعلام صندوق کودکان ملل متحد بیش از 2500 مدرسه در یمن قابل استفاده نیستند و ما آنها در حملات و درگیری ها آسیب دیدند و 27 درصد از مدارس بسته شدند. گفته می شود از 7 درصد از مدارس در یمن یا برای مصارف نظامی و یا به عنوان پناهگاه برای افراد بی خانمان استفاده می شود. این گزارش افزود از سال 2015 میلادی تا کنون از حداقل 2419 کودک یمنی به عنوان نیروی نظامی به منظور جنگیدن در یمن استفاده شده است. انتشار گزارش یونیسف درباره وضعیت کودکان در یمن در حالی صورت گرفته که حملات همه جانبه ائتلاف سعودی با حمایت‌های برخی کشورهای غربی همچنان ادامه دارد. قرار است چهاردهم فروردین سازمان ملل نشستی برای بررسی وضعیت ناگوار انسانی در یمن برگزار کند.